زندگیمو صدا میکنم، نه به خاطر شنیده شدن، بلکه برای پیدا کردن خودم توی این همه صدا و شلوغی. از رای زندگیم رنگی نیست، سفید و سیاهه و من از سفیدیش رو میکنم. امروز سرم نکردم. چرا؟ آخه تو کلاس فقط من چادریم. میقدر همه آدمی توی کلاس شبیه هم باشن؟ نه آخه تنهایی معذب بودم. سیاوش تو خوشت نمیاد من چادر سرم نمی کنم؟ نه اعتقادات سبتی به خوش آمده دیگران نداره. میدونستم همینو میگی. وای میدونستی باز چی پرسیدی؟ خب خوشم میاد عصبانیت کنم. بابا گفت بهش گفتی یه مدتی خودت میخوای منو برسونی. بابات گفته؟ نگه غیر از اینه. تو کلاس ماست. شما به من بگوشید و گم اون وقت من یاد شما بذارین یه لحظه من بس خود بیدم خانم احسیم خانم چیکار کردی که اینجوری دنبال خواهید میکشید؟ نه دیدن این کاراتون اذیت هم میکنه. چشات رو ببند تا عصبانی نشی. شما چه شما ببندم تو درست ساتم داری پیاده هم میزنگوار دست دو بندم اگر شما نمیگم تو خواهد از باشید سیاوش مسرور پاشا بیا بیرون. سرکا دستان چی باز کن؟ برو سر پاس. بیا جلی بینه بابا. پسر خوب چرا نگفتی فامیلی که هستی که همون تو زحمت نیفته؟ ببخشین که نگفتم. جناب سرم خود سری همون افسری که مانع درگیری شما با جان کاشفی شد به من گفت که متاسفانه زیاده روی شده. پس بازم ببخش. بابت چی؟ بابت همین زیاده روی. خب بیا اینجا امضا کن و تعهد بده که بعد از این در کار پلیس دخالت نکنم. فرد زمان تا یادم رفته این دوربین بده به دختر عمود، بده به اون همکلاسیش که این شرع وفا کرد. میتونی بری. کی تو کو به فری وسط دعواها؟ مملکت صاحب داره، قانون داره، هر دنبیل که نیست که عزیز من. احتیاج به فداکاری جناب ولی امثالهم نداره، اونم واسه کسایی که میذارن در میرن.
خود شما گفتی ترس از مردم نباید اونو مجبور کنی که عقیده به کتمان کنی. حرفای خودمو به روخم نکش. اون حرفا جا داره، وقت داره. اصلا باید چه وقت باید گفت؟ ده همین چیزا رو من داری تو روزنامه می‌نویسی که شک و شبهه درست می‌کنید. داخل وقت لا اله الا الله. ببین عزیز من، عمو جان، قلمتو دوست دارم. فکرت واسم حرمت داره. اما هر حرف راستی گفتن نداره. آره. گاهی وقتا سکوت خیانت. آفرین. بعضی وقتا. بعضی وقتا مثل الان که واسه ساکت موندن پاداشم میده. دیگه چیزی نگو که فردا اسمت بشه چماقو بکوبانش تو سرم. جل یوسف دستک به خیامون ازت گرفته. بیم برم. سلام مادر. سلام مادر جان. ماشینت خراب شده؟ نه دست خودم نبود. چون ندید زنگ میزدی که میای؟ اگه زنگ میزدم تو میگفتی آسانسور خرابه نیا. هنوزم خرابه مادر. با نیا کنید. عوضش پای من رو افتادن. زانوام هم دیگه درد نمی کن. خداش. قلب چطور مادر؟ قلب هم با چش نوه خوبم داره کار میکنه. خیلیم راحت باشه. خیلیم راحت راحت باشه. اسمی دربر شما را چطور مادر جان؟ قربونت برم. من میدونستی چشم به راه ها. آره این آسانسور شما چند وقت خرابه؟ این ماه که بیاد میشه 5 ماه. پس معلوم میشه آدم هایی که اینجا هستن آدم های خوبی هستن. آدم های خوب هم که میدونیم آدم همیشه سرشون کلا میره. اینقدر موج منفی نفره بسرش مصبت باش. شما که باسید نو طبقه چند رو میره؟ طبقه سوم. دو طبقه دیگه مونده. حالش خوبی هده تا؟ آره. مادر من تو 18 سال بنزه کافی خدشناس بابا بودی. حالا وقت داشته زره زندگی خودت برسی. هنیمش که ویل کن بیا تهران اینجا درس بده. سال یه بارم برو سر قبل بابا. این شهر سرد با مادر گرم شد. وقتی بود همه چی رو آسون تر تحمل میکردم. آخه بلد بود نجاتم بده از خودم. من که میخواستم همه چی و همه کس رو نجات بدم. هنوزم نمیدونم من اشتباه میکردم یا دیگران. مهداد داره میاد از اینجا بریم پیش هرمزانه میاد؟ نه من دیشب اونجا بودم. شب نمیمونم. از اونجا میخواییم بیاییم پیش تو هستی؟ شب فقط قبلش زنگ بزنی. باشه خدا خدا. خانم سلام. اه تو همون زوروی نیستی که فردی وسط دعوا؟ زورو؟ نه من اسم چیز دیگه از این فامیل نمیدونم. خاطی داری یاد امان درد سر میگردی؟ آره نباید خودم قاطی میکرد. نباید میذاشتم مامورا با کتک که برن این دست تو چی کنم میکنم؟ بگم باید فاترشو بخونم. بکنم یه بار دیگه باید فاترشو بخونم. یه دقیقه باعث دوربین منو بده.